سرخط خبرها. اگر این برجام رو ما نگه داریم، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد. تأکید روحانی بر سیاست بینابینی میان حفظ برجام و کاهش پله‌ای تعهدات. اروپا میگوید برای حفظ برجام ایران باید به تعهداتش برگردد. نارامی پس از مرگ یک شاعر عرب در اهواز. مرکز خوزستان دیشب و امروز نارام بود. آغاز تحویل زندانیان داعشی به کشورهایشان. ترکیه میگوید یک عضو این گروه را به آمریکا فرستاده. و مخزن پر هواپیماها با سوخت ارزان بلای جان محیط زیست. تنکرینگ دی اکسید کربن بیشتری تولید می‌کند. سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس جمهوری ایران میگوید با وجود کاهش تعهدات این کشور در چارچوب برجام، تهران از توافق هسته‌ای خارج نخواهد شد. آقای روحانی امروز در کرمان گفت که سود ماندن در برجام برای ایران بیشتر از خارج شدن از آن است. همزمان قرار است کشورهای اروپایی امروز آینده برجام را در دو نشست در پاریس و بروکسل بررسی کنند. ایران هفته پیش گام چهارم کاهش تعهداتش در برجام را اجرا کرد. در همین حال رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از راه اندازی قسمت ثانویه راکتور آب سنگین عراق در هفته آینده خبر داده. فؤاد مسیحا گزارش می‌دهد. از الان میتونیم بریم بیرون، اما قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران. یک هفته بعد از اینکه ایران گام چهارم را برای کاهش تعهداتش در برجام برداشت، امروز حسن روحانی اینجا در کرمان از حفظ توافق هسته‌ای دفاع کرد. توافقی که آمریکا بیشتر از یک سال است از آن خارج شده. بخش عمده ای از تحریم های ایران بازگشته و اروپا هم با آنکه بر حفظ برجام تاکید می کند، دل خوشی از کاهش تعهدات برجامی ایران ندارد. در خود ایران هم مخالفان برجام کم نیستند، اما حسن روحانی امروز تلاش کرد نیمه پر لیوان را به رخ مخالفان بکشد. با ادامه برجام سال آینده ما به یک هدف بسیار بزرگ سیاسی و امنیتی و دفاعی دست پیدا میکنیم. طبق این توافق و قطعنامه 2231 سال آینده اگر این برجام رو ما نگه داریم، سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد. این یکی از اون آثار مهم این توافق هست. رئیس جمهوری ایران گفت که خروج از برجام برای ایران به معنای بازگشت تحریم‌های بیشتر است. ایران از 6 ماه پیش کاهش مرحله به مرحله تعهدات هسته‌ای‌اش را آغاز کرده. افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین، افزایش سطح غنی‌سازی، استفاده از سانتریفیوژهای جدید و در تازه‌ترین مورد آغاز دوباره غنی‌سازی اورانیوم در ساید فوردو. اقداماتی که اروپا را به شدت نگران کرده. امروز وزیر خارجه آلمان پیش از دیدار با دو همتای بریتانیایی و فرانسویش در پاریس به ایران هشدار داد که اگر به تعهداتش برنگردد، اروپا ممکن است دست به اقداماتی بزند، از جمله اجرای سازوکار حل اختلاف و بردن پرونده برجام به شورای امنیت سازمان ملل که ممکن است برای ایران به قیمت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تمام شود. ما خواهان حفظ برجام هستیم، اما ایران باید به تعهداتش برگردد و آنها را به طور کامل اجرا کند. در غیر این صورت ما حق استفاده از تمام سازوکارهای پیش بینی شده در توافقنامه را برای خود حفظ می‌کنیم. اینجا در بروکسل هم آینده برجام یکی از موضوعات گفتگوهای امروز میان وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. گفته شده که ممکن است آژانس هم امروز گزارشی از عملکرد 3 ماهه ایران در چارچوب برجام منتشر کند. ایران هنوز صحبتی از گام‌های احتمالی بعدی برای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش نکرده. حسن روحانی اما امروز از یک رویه بینابینی صحبت کرد. رویه در برجام ماندن و از تعهدات ذره ذره کاستن. اما اینکه با کسی بنشینیم، صحبت کنیم، حرف بزنیم و همزمان تاکید بر مذاکره، حتی با آنهایی که به گفته او پیمان شکستند.
هرچند رهبر ایران گفته هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا ممنوع است. راه ما بوده، پیغمبر ما با همه حرف میزد، با همه پیمان میبست. پیغمبر با کفار پیمان بست، پیمان میشکستن، پیمان دوم میبست. نعوذ بالله، نعوذ بالله، یک کسی نمیگفت این پیغمبر چقدر ساده لوحه. یه قرارداد پریروز بست، اون طرف تخلف کرد و شکست، دو مرتبه داره پیمان بعدی میبنده. نه، راه اینه. فؤاد مسیحا، بی بی سی. مهران براتی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین‌الملل از برلین آلمان با ماست. آقای براتی، بر فرض اینکه آقای روحانی و ایران در برجام بمانند تا یک سال دیگه و تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران هم لغو بشه، اساساً ایران با توجه به تحریم‌های بانکی چطور میتونه اسلحه‌ای بخره و پولش رو پرداخت بکنه و یا اسلحه‌ای بفروشه و پولش رو دریافت بکنه؟ خب اول اینکه اطلاع آقای روحانی راجع به متن مصوبه شورای امنیت و برجام کامل نیست، چون در پیوست بی بند 5 آمده که بعد از 5 سال جمهوری اسلامی میتونه تسلیحات رایج رو، موشک، بالگرد، جنگنده، زیردریایی، کشتی و تانک و امثال اون رو بخره و بفروشه. اما این محدودیت هم آمده که حتی بعد از 5 سال شورای امنیت مورد به مورد تایید و تصویب میکنه. بنابراین مسئله به طور اتوماتیک انجام نمیگیره که بعد از 5 سال دست ایران باز باشه برای همه خرید و فروش ها. تازه اونجا باز هم ما نمیدونیم آیا آمریکا و دیگر کشورهای غربی از حق وتوشون استفاده خواهند کرد یا نه. بنابراین این یک خوشبینی است یا یک صلاح دید کنونی است که ایشون اینطور حرف بزنه. اما در مورد خود اصل مسئله هم اون چی که ایشان بینابینی میگه بینابینی نیست، در حقیقت نوعی خلاف از تعهدات در برجام هست. فکر میکنید چه صلاح دیدی باعث میشه که آقای روحانی چنین حرفی بزنه؟ خب ایشون زیر فشار هست که الان خب با اون چی که جمهوری اسلامی در فردو انجام داده، بینابینی زمانی بود که جمهوری اسلامی تکه تکه برگرده به شرایط پیش از برجام، نه اینکه گسترده کردن اون. اون چی که در فردو انجام میگیره شرایط پیشین نیست. در فردو ما غنی‌سازی در این ابعاد نداشتیم، چند تا سانتریفیوژ بودن که مقدار خیلی کمی غنی‌سازی میکردن، 15 نو سانتریفیوژ نداشتیم، سانتریفیوژ نسل 15 رو نداشتیم که 50 برابر غنی سازی کنه و سرعت سانتریفیوژها محدود بود. اون کاری که الان جمهوری اسلامی انجام میده در حقیقت بعضا بخشی از خروج از متن برجام است. حالا ایشون زیر فشار هست که به کلی جمهوری اسلامی از برجام بیاد بیرون که دستش باز باشه. حتی بهتر تشخیص میدن مخالفین آقای روحانی که جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی MPT بیرون بیاد. خب هر دو اینها رو نمیخواد ایشون انجام بده، رفته یه نوعی حمله متقابل انجام میده. ولی این مسئله همونطور که عرض کردم بخشی از واقعیت پیمانی که شورای امنیت هم تصویب کرده ایشون نادیده میگیرن. متشکرم مهران براتی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین‌الملل با ما. چند خبر کوتاه. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، گفته که این قوه گرفتار حاشیه ها نمی شود و مصمم‌تر از همیشه پای کار مبارزه با فساد خواهد ماند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دیروز در یزد گفته بود وقتی قوه قضاییه با فسادهای میلیونی و میلیاردی برخورد می کند، باید درباره فسادهای میلیارد دلاری هم توضیح دهد. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، هم بدون اشاره مستقیم به سخنان آقای روحانی گفته روند مبارزه با فساد در پیش گرفته شده هر چند به مذاق بعضی خوش نیاید. ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران، ممنوع الخروج شد. دادستان کل ایران با اعلام این خبر گفته به پرونده آقای سیف در قوه قضاییه رسیدگی می شود. ولی‌الله سیف در پی تلاطم های سال گذشته بازار ارز از بانک مرکزی رفت. احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی، هم در همان زمان بازداشت و محاکمه شد.
گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از بروز نارامی‌هایی در شهر اهواز، مرکز استان خوزستان در ایران است. بر اساس گزارش‌ها، معترضان مرگ حسن حیدری، شاعر محلی را مشکوک می‌دانند. تصاویر تجمع اعتراضی دیشب و تشییع جنازه امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. گفته شده که آقای حیدری از شاعران منتقد سیاست‌های حکومت ایران بوده. العظم العظم بالجسم بعدك بيتواصل خفت لان شفت حكيك. همکارم پویا قربانی در استودیو با ماست و جزئیات این اعتراضات رو دنبال کرده. پویا، دقیقاً امروز چه اتفاقی افتاده؟ آیا شهر آرام شده یا اینکه این اعتراضات هنوز ادامه داره؟ این اعتراضات بعد از اینکه آقای حیدری رو در یک تشییع جنازه در یک مراسم دفن بسیار خلوت امروز صبح دفن کردن، همینطور که در ویدیو دیدیم مراسم تشییع بعد از اون بسیار پرشمار مردم محلی شرکت کردن. بسیاری از اونها معتقدن که آقای حیدری به مرگ مشکوک درگذشته. من دیدم که در شبکه‌های اجتماعی محلی میگن که گویا شایعه‌ای هست که بر اثر خوردن زهر ایشون درگذشتن. اما همونطور که دیدیم در ویدیو، برادر ایشون از سعی کرده بود احتمالاً که مردم رو جو آروم نگه داره، درخواست کرده که تیراندازی هوایی نشه، که البته خب دیدیم که در فیلم دیدیم که شده بود. اما خب بد نیست بدونیم که آقای حسن حیدری پارسال مرداد ماه حدوداً یک ماه در بازداشت به سر می‌بردن با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده بودن و بعد از مرگ ایشون انگار به نوعی این شایعه قوت گرفت. دلیلش اینه که بعضی از فعالای عرب در اون منطقه دارن به فهرست دست کم 5 نفره ای از شاعرها و حالا بگیم سخنورای عرب زبان در اون منطقه اشاره میکنن که من دیدم از سال 85 هر کدوم به نحوی کشته شدن، یا در تصادف رانندگی یا در حادثه غرق شدن، و اینا این در حقیقت انگار این شایعه رو داره بهش دامن میزنه که این هم در حقیقت در ادامه نوعی برخورد با شاعرانی هستش که حالا به دنبال حالا هویت طلبی هستن شاید در اون منطقه. متشکرم. پویا قربانی در استودیو با ما. ترکیه اعلام کرده که یک آمریکایی عضو داعش را به آمریکا برگردانده. وزارت کشور ترکیه گفته 7 آلمانی عضو این گروه را هم پنجشنبه به آلمان می‌فرستد. همچنین از فراهم کردن مقدمات استرداد 11 فرانسوی و 2 ایرلندی عضو داعش خبر داده. ترکیه همواره از کشورهای اروپایی انتقاد کرده که تمایل ندارند اتباع داعشی خود را تحویل بگیرند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل از ازمیر ترکیه با ماست. آقایی، فکر می‌کنی ترکیه چرا الان چنین تصمیمی گرفته؟ خب من گمان می‌کنم که این مسئله 3 وجه مختلف و تا حدی مرتبط به همدیگه داره. دلیل اول، در واقع وجه اولش این هستش که در واقع اون در سایه تشدید روزافزون تنش‌ها بین ترکیه و اتحاد اروپا معنا پیدا میکنه در سر سرنوشت نیروهای داعشی که در ترکیه هستن و اروپا حاضر نیست که اینها به کشورهای مطبوع خودشون برگردن و در اونجا محاکمه بشن. نکته اینجا هستش که در واقع برخی از این کشورها مثل دانمارک، آلمان و بریتانیا اینها تابعیت
شهروندان داعشی رو اینا لغو کردن و میگویند که این واقعا این نیروهای داعش باید در کشوری که الان هستن، یعنی اگر در ترکیه هستش، در ترکیه، در عراق هستش، در عراق، در اونجا محاکمه بشن. اما این رو دولت ترکیه به شدت نسبت بهش موضع گرفته. آقای سلیمان سولو وزیر کشور ترکیه چندی پیش گفتن که دیگه ترکیه هتل نیروهای داعشی نیستش و باید اروپا در این زمینه تجدید نظر بکنه. بچه دومش من گمان می‌کنم این هستش که همچنان داره ترکیه تلاش می‌کنه که نشون بده که در زمینه مبارزه با تروریسم، به ویژه در زمینه مبارزه با داعش پیگیر هستش و این رو دنبال می‌کنه. اگه خاطرتون باشه یک در واقع خواهر و همسر ابوبکر بغدادی رئیس سابق داعش رو دستگیر کردن در ترکیه و در خود داخل ترکیه حدود 500 مظنون همکاری و عضو داعش رو دستگیر کردن. و بچه سوم که گمان می‌کنم که به هر حال میشه یک جوری برداشت که ترکیه داره از اهرم فشار در واقع اهرم فشاری وارد می‌کنه به اتحادیه اروپا که بگه که اگر شما نمی‌خواید نیروهای داعشی رو قبول بکنید، حداقل در اون پروژه‌ای که ما داریم در شمال سوریه که می‌خوایم نیروهای در واقع می‌خوایم مهاجران سوریه رو اونجا اسکان بدیم و این 23.5 میلیون یورو هزینه میبره و شما مشارکت نمیخواید بکنید، حداقل در اون مشارکت کنید که ما این فشار رو به شما واقع وارد نکنیم. خب با این اوصاف تکلیف اون عده از داعشی های اروپایی که در واقع ملیتشون رو از دست دادن و لغو شده چه خواهد شد؟ اگر که فرضاً اینها رو به نوعی دیپورت بکنن و برگردونن از اروپا به ترکیه چه اتفاقی میفته؟ در واقع دقیقاً مسئله و اون دعوای بین ترکیه و اروپا همین هستش. بر اساس کنوانسیون 1961 سازمان ملل مربوط به کاهش افراد فاقد تابعیت، اساساً بی‌تابعیت ترین افراد غیرقانونی هستش. ترکیه میگوید که اتحادیه اروپا در واقع این کشورهایی که وجود دارن و اینها رو لغو تابعیت کردن، این متدی که به کار می‌برن اشتباه هستش و نکته که وجود داره این هست که کشورهایی مثل در واقع بریتانیا و فرانسه اینها این کنوانسیون سازمان ملل رو امضا نکردن و به همین دلیل هستش که داره ترکیه فشار میاره به اتحادیه اروپا که این متد و این روشی که داره رو در واقع تجدید نظر بکنه. و برای من گمان میکنم که در تحلیل نهایی این بیشتر بر عهده اروپا هستش که بخواد یک مکانیزمی رو به کار ببره که بخوان این نیروهای داعشی، این نیروهای خارجی رو بپذیرن به کشورهای خودشون و اونجا محاکمه بکنن تا اینکه اینها در این در واقع در کشورهای مثل ترکیه و عراق باشن. ولی خب اروپا الان گفته که یک نیروهایی رو میخوان اینها رو به عراق بفرستن، در اونجا مورد محاکمه قرار بگیرن. یعنی یک مشخصی هنوز اروپا در این زمینه چه اقدامی انجام خواهد داد. و نکته آخر این که با استبرینی که ترامپ هم فشار آورده به اروپا، گفته که باید نیروهای داعشی رو بپذیرن و محاکمه بکنن، من گمان می‌کنم این هم مزید بر علت شده که ترکیه فشار بسیار زیادی رو اروپا وارد بکنه که حتما در این زمینه یک تجدید نظری بکنه. ولی به هر حال معلوم نیست که واقعا اروپا بتونه در کوتاه مدت به این خواسته که دولت ترکیه داره برسه. من گمان می‌کنم که این تنش و درگیری بین ترکیه و اروپا بر سر این وضعیت جنگجویان خارجی داشت همچنان ادامه خواهد داشت. متشکرم حسین آقای پژوهشگر رابطه بین الملل با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. حسن روحانی میگوید ایران سیاستی بینابینی میان حفظ برجام و کاهش پله‌ای تعهداتش در پیش گرفته، اما اروپا میگوید برای حفظ برجام ایران باید به تعهداتش برگردد. بنابر گزارش‌ها پس از مرگ یک شاعر محلی در اهواز، این شهر دیشب و امروز ناآرام بوده. در ادامه این برنامه، مخزن پر هواپیماها با سوخت ارزان بلای جان محیط زیست. آمریکا از برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق حمایت کرده. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته که مردم عراق در مقابل تاراج منابع کشورشان از سوی ایران و استفاده از گروه‌های سیاسی و مسلح تحت کنترلش برای جلوگیری از اعتراض مسالمت‌آمیز عراقی‌ها به نظاره نخواهد نشست. در این حال نماینده سازمان ملل در عراق به دیدار آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان در نجف رفته و پیشنهادهای این سازمان برای پاسخ دادن به خواسته معترضان را مطرح کرده. همکارم نفیسه کوهنورد در استودیو با ما است. اساساً نفیسه، فکر می‌کنی که چرا آمریکا چنین بیانیه‌ای منتشر کرد؟ رانا، در درجه اول به نظر میاد که آمریکا از هر فرصتی به خصوص از همین تظاهرات عراق استفاده می‌کنه برای هدف قرار دادن ایران و بحث نفوذ ایران در عراق و اینکه الان عراقی‌ها ایران رو نمی‌خوان. و در کنار این به نظر میرسه که یک نوع دلخوری آمریکایی‌ها از نخست وزیر عراق هم دارن.
در چند مدت گذشته چندین تصمیم عادل عبدالمهدی گرفته که به گفته ناظرا خیلی باب طبع واشنگتن و به خصوص سفارت آمریکا در عراق نبوده، از جمله باز کردن منطقه سبز یا خضرا که بعد از 16 سال دیوارهاش برچیده شد و اجازه داده شد به مردم که وارد این منطقه بشن، منطقه‌ای که کاملا محافظت شده بوده از زمان سقوط صدام، و پایگاه نیروهای آمریکایی و همچنین سفارت آمریکا در بغداد در اونجا قرار داره، ساختمان‌های دولتی دیگه هم همینطور. حالا بماند که خیابانی که مشرف به پایگاه نیروهای آمریکایی و سفارت آمریکاست باز نشده بود، اما اطرافش باز بود و بارها آمریکا ابراز نگرانی کرده بود که ممکنه امنیت اونها به خطر بیفته. در کنارش وقتی که تصمیم بر این شد که نیروهای آمریکایی سوریه رو ترک بکنن، اول اعلام شد که این نیروها قرار بخش بزرگیشون در عراق بمونن، اما بلافاصله دولت عراق اعلام کرد که چنین چیزی رو نمیپذیره و این نیروها باید از چند ماه عراق رو ترک بکنن. مشخص نیست که آیا واقعا الان آمریکا میخواد انتخابات مجدد برگزار بشه یا داره از این اهرم برای فشار آوردن بر عادل عبدالمهدی برای اجرای یک سری از خواسته‌هاش استفاده بکنه یا نه، و به هر حال ابهام هم هست که آیا میشه این انتخابات رو برگزار کرد یا نه. اصلا اساسا فکر میکنی که این فشار و در واقع تلاش برای برگزاری انتخابات زود هنگام میتونه این اعتراضات رو آروم بکنه؟ نکته جالب اینه رانا که اصلا در خواسته تظاهر کننده ها انتخابات زود هنگام مطرح نیست، تغییر سیستم انتخاباتی مطرح، تغییر نخست وزیر مطرح، اما هیچ کدومشون نیومدن صحبت از انتخابات زود هنگام بکنن، گرچه فراتر از اون رفتن و گفتن کل نظام باید تغییر بکنه که یک خواسته کاملا بزرگ و مبهمه و معلوم نیست که از قابل اجرا باشه یا نه. اما اگر همین امروز هم انتخابات برگزار بشه یا دو ماه بعد هم انتخابات برگزار بشه، رقبای در میدان همین افراد هستن، همین کسانی که در انتخابات چند سال گذشته در این 16 سال شرکت کردن و مدام فقط صندلی هاشون عوض شده، و به نظر نمیرسه که واقعا اگر انتخاباتی برگزار بشه هیچ تضمینی وجود نداره که اصلاحات ادامه پیدا بکنه یا اون در حقیقت تغییر شرایط معیشتی و رفاهی عراق تغییر بکنه، به خاطر اینکه این کشور یک کشور جنگ زده است، زیر ساختاش ویران شده و به هر حال سیستمی داره که هنوز نتونسته از تمام این بحرانی که در این چند سال مواجهش بوده بیرون بیاد. متشکرم. نفیسه کوهنورد در استودیو با ما. نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل و از چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه میگوید دو مقام ارشد دولت ترامپ از او خواسته بودند در جهت تضعیف رئیس جمهوری قدم بردارد. خانم هیلی در کتاب جدیدش نوشته رکس تیلرسون وزیر خارجه سابق و جان کلی رئیس دفتر پیشین کاخ سفید از او خواسته بودند به همه خواسته‌های آقای ترامپ عمل نکند تا کشور را نجات دهد. خانم هیلی در کتاب پش از بعضی از سیاست‌های آقای ترامپ انتقاد کرده و از بعضی دیگر مانند خروج از برجام حمایت. خشایار جنیدی خبرنگار ما از واشنگتن به ما پیوسته. خشایار، هر دوی این دو نفری که ازشون نام برده شد بعد از چند ماه توسط دونالد ترامپ برکنار شدند، آیا میشه نتیجه گرفت که علت این چیزی که خانم هیلی در کتابش گفته؟ قضیه یک مقدار پیچیده هست. به هر حال اینا فقط تنها افرادی نیستن که از کابینه آقای ترامپ کنار گذاشته شدند پس از یک مدت، یک دوره نسبتاً کوتاه. اما اون چیزی که به چشم میاد اینجا سخنان نوشته خانم هیلی هست در کتاب تازه‌اش که صحبت از این میکنه که آقای تیلرسون و آقای کلی از او خواسته بودن در برابر آقای ترامپ جبهه‌گیری کنه، اونطوری که خودش میگه، و به گفته اونها هم علت این خواسته این هست که به کشور کمک کنند. خانم هیلی صحبت از این میکنه که اگر اینها نگران سیاست‌های آقای ترامپ بودن، چرا مستقیم نرفتن بهش انتقاد کنن و چرا اصلا از سمتشون استعفا نمیدادن و سر قدرت نشسته بودن و میز رو رها نمیکردند. البته آقای تیلرسون هنوز واکنش نشان نداده به نوشته‌های کتاب خانم هیلی که قرار هست از فردا توزیعش آغاز بشه، اما جان کلی که رئیس دفتر آقای ترامپ بود در صحبت‌های گفته که اگر منظور خانم هیلی از مقاومت و سنگ‌اندازی برقراری یک روال اداری درست هست و اینکه به اطلاع رئیس جمهور برسونن که سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنه
چه نقاط مثبت و چه نقاط منفی داره، اون وقت من این اتهام رو قبول میکنم که من چنین خواسته ازش داشتم. خانم هیلی، این نوشتهش زمانی جالب تر میشه که تقریبا همزمان با کتاب او کتاب دیگری داره منتشر میشه به نام هشدار. نویسنده کتاب رو معرفی نکردن، ولی ظاهرا همون فردی است که سال گذشته یک مقاله‌ای رو در نیویورک تایمز منتشر کرده بود و هشدار داده بود در مورد سیاست‌های آقای ترامپ و گفته بود که او و بعضی دیگر از مقام‌های ارشد کابینه دارن تلاش می‌کنن که به خاطر میهن‌دوستی که دارن مانع از بعضی از سیاست‌های آقای ترامپ بشن. و حالا او کتابی منتشر کرده و در کتابش صحبت از این می‌کنه که دولت آقای ترامپ مثل این میمونه که یک پسر بچه 12 ساله رو داخل برج مراقبت فرودگاه نشونده باشن و اون همینطوری دکمه‌های مختلف رو فشار بدونه که مربوط به چه کاری هست. اتفاقا جالب این که سال گذشته یکی از افرادی که مظنون بود در بعضی از رسانه‌ها به عنوان نویسنده اون مقاله در نیویورک تایمز خانم هیلی بود. متأ این صحبتایی که خانم هیلی کرده در مصاحبه‌اش و این کتابی که نوشته و اشاراتی که به رکس تیلرسون و جان کلی کرده، این هست که یک مقدار انگشت اشاره رو به سمت اونها داره میگیره که ممکن هست اونها بوده باشن، حداقل بخشی از اون گروه در داخل دولت آمریکا که تلاش داشتند رفتار آقای ترامپ رو به نحوی اصلاح کنند. متشکرم خاشور جنیدی، خبرنگار ما از واشنگتن. مبارزه با تغییرات اقلیمی توجه ها را بیش از پیش به تولید دی اکسید کربن در صنعت هوانوردی جلب کرده. تحقیقات برنامه پانوراما بی بی سی نشان می دهد که یک روش متداول این شرکت ها انتشار دی اکسید کربن را بیشتر می کند. در روش موسوم به تنکرینگ، هواپیماها مخزن خود را در جاهایی که سوخت ارزان تر از پر می کنند و با مخزنی پر پرواز می کنند. هرچه وزن هواپیما بیشتر باشد، دی اکسید کربن بیشتری هم منتشر می کند. جاستین رولت گزارش می دهد. شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز میگوید اهداف بلندی برای محیط زیست دارد. We've set ourselves the vision to be the world's leading airline group on sustainability. Over the last 3 years, our fuel efficiency program has saved over 200,000 tons of CO2. But a British اما یکی از کارکنان این شرکت رازی افشا کرده. میگوید بریتیش ایرویز بیشتر به دنبال کاهش هزینه‌های خود است تا کمک به محیط زیست. او از ما خواست برای از دست ندادن شغلش ناشناس بماند. من فکر میکنم اونا دارن مسافرها رو فریب میدن تا این حس رو بهشون بدن که بریتیش ایرویز بیشتر از اون چیزی که به نظر میرسه با محیط زیست سازگاره. He told us about a practice known as fuel. از روش تنکرینگ به ما گفت که موجب انتشار کربن بیشتری میشود. کل ماجرا اینجوریه، قیمت سوخت در جاهای مختلف فرق داره، پس شرکت های هواپیمایی میتونن با پر کردن مخزن هواپیماهاشون در جاهای ارزون در هزینه هاشون صرفه جویی کنن و دیگه لازم نیست جایی که سوخت گرونه هزینه کنن. اما مسئله اینجاست که سوخت بیشتر هواپیما رو سنگین تر میکنه و هواپیمای سنگین تر هم گازهای گلخانه ای بیشتری تولید میکنه. بریتیش ایرویز میتواند با استفاده از این روش در هر پرواز صدها پوند صرفه جویی کند، ولی ما با بررسی مدارک داخلی این شرکت متوجه شدیم که در عمل فقط 10 پوند صرفه جویی می شود. برای شرکت بزرگی مثل بریتیش ایرویز تولید مقدار زیادی گاز گلخانه‌ای در ازای این مبلغ ناچیز توجیه ناپذیره. این کارشون به نظر من ریاکاریه. دقیقاً همینطوره. من خیلی وقتی که کارمند بریتیش ایرویز هستم و بهش افتخار میکنم، ولی این اتفاق منو دل سرد میکنه. بریتیش ایرویز به بی بی سی گفت که این روشی معمول میان شرکت‌های هوایی است که بعضی از پروازها به دلایل ایمنی و اقتصادی مقداری سوخت اضافه به همراه داشته باشند و این بیشتر شامل مسیرهای کوتاه اروپایی میشود که تفاوت قیمت سوخت در آنها بالاست. This is a classic example of course. این یک نمونه از لاپوشونی زیست‌محیطیه. نشون میده که اونا چجوری حاضرن برای یه سود ناچیز به تغییرات اقلیمی سرعت بدن. تانکرینگ یک روش متداول در میان شرکت‌های هوایی است. بریتیش ایرویز به ما گفت که تنها 2% از گازهای گلخانه‌ای منتشر شده بر اثر تانکرینگ در سراسر اروپا متعلق به این شرکت است. استفاده نکردن از این روش برای شرکت‌های هوایی اروپایی کار آسانی است. هزینه ها کمی بیشتر می شود، اما از تولید دی اکسید کربن به شدت کاسته می شود، حدود 900 هزار تن در سال. جاستین رولت، بی بی سی نیوز. ممنون که با ما هستید.